هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی استپزاد هستم. توی این ویدیو قصد داریم که دوباره به یه سوالی که همیشه پرسیده میشه، آیا الان وقت مناسبی برای خرید سیستم هست یا نه، پاسخ بدیم. لطفاً تا آخر ویدیو ببینید. خب بچه ها، اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید، اگه سوالی، نظری، انتقادی، پیشنهادی بود، حتما تو کامنت ها بنویسید، چون که همه کامنت ها خونده میشه و نشونم دادم دیگه بهتون. نوتیفیکیشن گوشی من فعال یوتیوب، همه کامنتاتون واسه من نوتیفیکیشنش میاد. خیالتون راحت. یعنی اگه جواب نمیدیم یا لایک نمی‌کنیم، بدید حداقل خونده شده کامنت. خب آقا، قراره تو این ویدیو بپردازیم که الان که تقریبا اواخر آذر سال 1400 ایم، موقع خوبی برای خرید سیستم گیمینگ هست یا نه، یا در کل ببینیم وضعیت بازار چطوره. خب این چند وقت پیش یه مقدار قیمت دلار رفت بالا، از 27 تومان رفت بالا 30 تومان تا 31 دو رفت، ولی خب الان دوباره داره میاد پایین. قیمت قطعات به صورت کلی تغییر نکرده به جز کارت گرافیک. کارکی واقعا قیمتش خیلی رفته بالا. بخوام دوباره از همون اول به صورت ریتمیک قطعات رو مرور کنیم. مثلا از سی پی یو شروع کنیم. سی پی یو اتفاق خیلی جالبی افتاد. سی پی یو از اون موقع که نسل 12 رونمایی شد و نمیدونم عرضه شد و اومد داخل بازار ایران، البته خب قیمتاش هنوز خیلی نجومیه، در حدی که مثلا 12600 کاف رو دارن 9 میلیون میفروشن، واقعا نمیدونم. ولی از وقتی کلا نسل 12 اومد داخل بازار، نسل 11 خیلی ناموجود شد، خیلی ناموجود شد و نسل 10 دوباره موجود شد. مثلا اتفاق خیلی جالبی بود واسه من که الان مثلا برای i5 ها شما 10400 به وفور میتونید بخرید، قیمتش خیلی اومده پایین، 4200 تقریبا قیمتش، و یه خرید خیلی مغروم به صرف میتونه واسه این باشه. همینطور 10 سر. ولی میگم نسل 11 نیست و نابود شد، نسل 12 هم که i5 هاشون نیومد. این از سی پی ها که میگم واسه خود من جالب بود. حتی مثلا تو i7 i9 دوباره نسل 10 موجود شد، نسل 11 ناموجود، نسل 12 موجود ولی قیمتش بالا. تو مادربرد اتفاق خیلی جالبی افتاده. مادربردهای برند MSI با گارانتی آونگ وارد کشور شده و خیلی قیمتش مناسبه نسبت به ایسوس، چون که به نظر من واقعا برندی هست که بتونه با ایسوس رقابت کنه، پای ایسوس بیاد. خب همین گیگابایت هم خب برند خیلی خوبیه، ولی MSI چون چند وقت هم بود که تو بازار نبود، واقعا این ورودش به بازار ایران با این قیمت ها خیلی خوب بود به نظر من. مثلا Z590 داشت قیمتاش خیلی خوبه، سری مثلا تاماها کنه میدونم، کلا من از سری های MSI خیلی خوشم میاد. هم ظاهر خوبی داره، هم کیفیت خوب. مثلا مادربردی که وای فای داره خودشون هم خیلی قیمتش بالا نیست. حتی مثلا یه B560 وای فای میتونید با 4.5 خریداری کنید، خیلی قیمتش خوبه. خب این از مادربرد که اتفاق خاصی نیفتاد به جز اینکه MSI وارد بازار شده بود. البته نمیدونم چرا الان که مادربرد نسل 12 داره میان، تازه MSI نسل 10 و 11 وارد کردن، یه ذره عجیبه که چرا انقدر دیر. ولی خب به هر حال آره میگم ایسوس نسل 12 Z690 اش اومده، البته رم DDR5 فعلا نیست، همه DDR4. خب بریم سراغ رم. بچه ها برای رم محبوب ترین فرکانسی که الان چه برای مثلا نسل 12 مناسبه، چه مثلا نسل 5 AMD، مثلا فرکانس 3200 و طبیعیه که فرکانس 3200 کلا موجودیش خیلی کم شده. بخاطر این اکثر مثلا سایت ها و نمیدونم پیج هایی که دارن سیستم پیشنهاد میدن، اکثرا دارن از رم 3600 مثلا سیستم پیشنهادشون استفاده میکنن و کلا رو سیستم ها میبندن، چون میگم موجودی رم 3200 خیلی کم شده. ولی برای بچه‌ای که میخوان پایین رده ببندن، همون گیگابایت 2666 هنوز موجوده، اون هم خیلی گزینه خوبی براتون میشه. پس رمای فرکانس 3200 خیلی موجودشون کم شده، خیلی خیلی. و از اون طرف هم خب اختلاف قیمت خیلی نیست بین رم فرکانس 3200 و 3600. با خاطر من پیشنهاد میشه اکثرا 3600 بخرید، چون که کلا بازار ما اینه، هر چیزی که موجودش کم میشه قیمتش میره بالا. الان تقریبا رم فرکانس 3200 و 3600 یه قیمت. خب بچه ها در زمینه پاور هم یه برندی که خب جدید اومده تقریبا، حالا یکی دو ماه هست اومده، ولی تا حالا توی چنل بهش نپرداختیم، برند FSPه. برند خوبیه ولی زیاد دوست دارم دربارش بپردازم تو این ویدیو. اگه دوست داشتید مثلا یه محصول ازش رو بگیریم، مثلا آنباکس کنیم و دربارش صحبت کنیم درباره برندش. ولی در کل وضعیت پاور خوبه، وضعیت پاور خوبه، هر پاوری بخواید، برندهای مختلف. گیگابایت هم این چند وقته پاور پایین ردش موجود شده، اونا هم خیلی پاور خوب و معروف به صرفه ای.
چون که واسه خرید پاور پایین رده یه مقدار به مشکل خورده بودیم ما ماه پیش برای خریدش. اون یه سیستمی بود که مجبوریم دیپ پول 600 بستیم که اصلا 80 پلاس هم نداشت. آره اون موقع یه ذره پاور پایین رده خریدش واقعا مشکل بود. زیر 2 تومن گزینه‌های زیادی نداشتیم برای خرید پاور. ولی الان مثلا 550 گیگابایت هم اومده جزء این گزینه‌ها. اون طرف هم کولر مستر پایین رده‌اش موجود شده و خیالتون راحت بشه گزینه‌های زیادی داره. در مورد فن سی پی هم زیاد دوست دارم بپردازم بهش. فقط مدل‌های مختلفی از دیپ کول موجود شده. خیلی مدل‌ها هست. انتخاب واقعا دیگه سخت شده چون توی همه رنج قیمت دیگه الان کولر سی پی یو هست و البته با رده‌هاش که نمیدونم دید یا نه این آروسای گیگابایت جدیدن که روش صفحه نمایش داره میتونید گیف بذارید دمای سی پی یو دمای جی پی یو و همه چی رو نشون میده و حتی فرکانس ها رو فرکانس سی پی یو فرکانس رم و فرکانس جی پی یو رو نشون میده. خیلی حرفه‌ایه ولی خب قیمتش بالاست واقعا. خب بچه بریم سراغ کارت گرافیک. در مورد کارت گرافیک حرف زیاد دارم برای زدن شاید یه ذره حوصله سربر بشه ولی همش گوش کنید خواهشام. یادش بخیر یه زمانی مثلا من استریم می‌کردم برای بچه‌ها مثلا سیستم می‌خواستیم پیشنهاد بدیم مثلا همه می‌گفتن علی چرا انقدر 1650 مثلا پیشنهاد چرا انقدر 1650 سوپر پیشنهاد واقعا بچه‌ها الان همونا دیگه شده آرزو 1650 واقعا قیمتش رفته بالا 1650 سوپر هم که اصلا پیدا نمی‌کنه. الان 1650 بخواید بخرید که همیشه گفتم به نظر من ارزون ترین کارت گرافیکیه که میتونید همه بازار باش اجرا کنید و با خیال راحت میتونید یه سیستم گیمینگ باش ببرید. الان قیمتش 1650 پدید که ما میبستیم رو سیستم شده ورش 12 تومن. 1650 اینا همه که دارم میگم جی آر 6 یعنی سوپر نیست. 1650 زوتک هم مود شده با 13 میلیون تومن. اصلا قیمت های فضایی که می اصلا واقعا واسه خودم قابل باور نیست که 1650 13 میلیون تومان قیمت داشته باشه. ولی خب چیزی که هست. خب اینا گرافیک پایین ردمون. یه ذره دیگه بریم پایین تر که اصلا معقول نیست. بعد بیاید جی تی 10 سی بخرید که اونم قیمتش اومده 6 تومان. جی 10 سی که 3 میلیون بود الان شده 6 میلیون و اونم بیاد خریدش به صرفه نیست چون که اصلا جی تی جی تی ایکس نیست و با 1650 خیلی تفاوت داره تو کارایی اصلا قابل مقایسه نیست. بچه ها برای خرید گرافیک پایین رده اصلا اشتباه نکنید که برید سراغ برندی مثل آرکتک. آرکتک برندیه که داره جی پی آی تولید میکنه که اصلا همون جی پی آی توقف تولید شده یعنی دیگه تولید نمیشه. آقا 750 تی آی تولید نمیشه تو از کجا بری میدی بیرون و اینا اکثرا دست دو هن یعنی که یه مثلا فرض کنید 750 تی آی مثلا ایسوس خراب شده جی پی آیشو باز کردن بستن دارن به یه گرافیک دیگه روی برند دیگه دارن میفروشن. این اصلا سراغ آرکتک نرید. در نظرم سراغ برندی مثل بایوس دارم نرید. مثلا الان آریکس 560 شه کنم موجود شده که قیمتش هم بد نیست. ولی اصلا سراغ اینا نرید در نظر من. اگه میخواید یه گرافیک بخرید یا 1650 که قطعا بهترین انتخابتونه تو پایین رده ها. اگه نشد دیگه دستی. اوکی؟ پس این از گرافیک پایین رده. یه ذره بیایم تو بالاها برندی مثل گیم وارد موجود شده که اونم خیلی برند خوبی نیست جزء تیر 2 تیر 3 هاست ولی در حد همون پلیته دیگه شاید یه ذره پایین تر از پلیت. یه برند چینیه اون الان مثلا 2060 سوپرش موجود شده که اصلا به صرفه نیست با قیمت 30 میلیون تومان بخواد 2060 سوپر بگیره. عرضم به حضورتون که این چند وقته همونطور که مادربرد MSI موجود شد گرافیکای MSI هم موجود شد با گارانتی آبنگ. قیمتاشون به نظر من بعضی از گرافیکاشون واقعا خوبه. مثلا 1660 سوپر برای بچه‌ای که مثلا میخوان یه ذره بیشتر از پایین رده مثلا میان رده هزینه کنن 1660 سوپر ونتوس MSI موجود شده قیمتش بالاش 22 میلیون تومانه. از تاف ایسوس به نظر من بهتره و حتی قیمتش هم پایین‌تره. همون 1660 سوپری که تاف ایسوس که ما خریدیم برای اون سیستم پول رندرینگه ویدیوشو گذاشتیم ما 18 میلیون و 500 خریدیم گرفتیم الان شده 25 میلیون. اینا MSI که واقعا گرافیکاش خوبه یعنی یه گرافیکای عمری همیشه تولید میکنه تو بالا رده هاش که به نظر من حرف اول رو میزن. پس کسایی که میخوام میان رده بخرن آقا یه 1660 سوپر معرفی کردم دلوش قیمت 20 میلیون تومن یه ذره ای بتونید بیاید بالاتر 360 تی آی قیمت های خوب هست چه مثلا گیگابایت چه مثلا ایسوس دوالاش خیلی قیمتش مناسبه
اگه خواستی بیشتر از اینه کنید تاپ، اگه هم که استیکساش واقعا قیمتاش بالاست نمیشه زیاد رفت سراغش. پس اگه خواستی دورش 20 تومن هزینه کنید همون 1660 سوپر یا 1660 تی آی که گفتم MSIش موجود شده خیلی خوش قیمت، و اگه خواستید بیشتر هزینه کنید تا 30 تومن 360 قطعا سراغ 2060 سوپر نرید به نظر من وقتی میتونید 360 بخرید. یه توضیح هم در مورد خرید کارت گرافیک بالا رده بگم بچه ها، اینایی که بغل کارت گرافیک میزنن L4 برای شما که میخواین مصارف گیمینگ استفاده کنید خیلی چیز خوبیه، چون هر کارت گرافیک L4 باشه قیمتش مسلما میاد پایینتر. خب پس فکر نکنید چیز بدیه، اینو از برای کسایی میگم که اصلا سرشته‌ای ندارن در مورد قضیه ماین و هش ریت و اینا. و یه توصیه دیگه هم دارم بچه‌ها، سعی کنید از مدل‌های جدیدتر همیشه خرید کنید. مثلا مشاهده شده کارت گرافیکی که دقیقاً همون مدل 3070 با 3070 تی‌آی تقریبا یه قیمت. خب سعی کنید 3070 تی‌آی رو بخرید، هم جدیدتره هم قوی‌تره، ولی خب میگم ممکنه یه قیمت باشه. همه اینا رو گزینه‌ها رو بررسی کنید ببینید کدومش به صرفه تره. بچه‌ها یه بحث کوچیکم در مورد مانیتور بگم، مانیتور پایین رده خیلی قیمتشون رفته بالا. الان یه 20 اینچ LG همون 20MK400 که خیلی هم معروفه، خیلی هم فروشش بالاست، ولی یه پنل TN داره، کیفیتش HD، قیمتش 4,600,000 خورده تو سایت ها. واقعا الان بچه پایین رده مانیتور خریدن کار اشتباهی. چرا؟ چون شما با 8 تومن میتونید یه مانیتور خیلی خوب نمیدونم رفرش ریت 144 یا حتی 165 بخرید و نهایت استفاده رو بکنید ازش برای مصارف گیمینگ. پس برای خرید مانیتور پایین رده قشنگ سوال نکنید، الان اصلا به صرفه نیست. 4.5-5 میلیون شما بیا بدی یه مانیتور خیلی معمولی، خیلی خیلی معمولی بخرید. چرا؟ چون با همون یه ذره مثلا بذاری روش با 7-8 تومن میتونی مانیتور خیلی بهتر، گیمینگ رفرش ریت بالا، نمیدونم پنل بهتر و با دیلی کمتری بخرید. پس این اشتباه رو لطفا نکنید. مرسی. خب من حرفام تموم شد، امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگه سوال دارید چه اینجا تو اینستاگرام جواب میدیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی.